در درس سوم با همدیگه راجب کاربرد صحیح افعال صحبت خواهیم کرد. فعل برای دو تا منظور به کار میره. یکی اینکه یک در واقع فعالیتی رو نامگذاری میکنیم، name an action، یا اینکه یک وضعیتی رو توصیف میکنیم، describe a state of being. یک وضعیتی رو توصیف میکنیم یا یک کاری رو داریم در واقع نشون میدیم به یک شخصی. این کار یکی هستش که در واقع افعال انجام میدن. چهار جور فعل مختلف رو شما تا الان دیدید، باز هم اینجا ملاحظه میکنید. یکی اکشن ورب ها هستن، فعل های حرکتی به قول خودمون، لینکین ورب ها هستن، فعل های معین، هلپین ورب ها هستن، افعال کمکی و ورب پریز ها هستن، یا در واقع چندین کلمه با همدیگه یک فعل رو میان تشکیل میدن. وضعیت دیگه ای که در واقع افعال میان مشخص میکنن change in their form هستش، یعنی که تغییراتی که در فرمشون اتفاق میفته نشان دهنده ای باز یک سری اطلاعات خواهد بود. این change in form چه چیزهایی رو به ما نشون میده؟ tense یا زمان، person یا در واقع اون شخصی که این کار رو انجام میده، اول شخص هست، دوم شخص هست، سوم مفرد هست یا جمع هستش، number همون مفرد یا جمع بودنش رو نشون میده. mood این چیز جالبی هستش، وضعیت یا در واقع اون تلقی شما از اتفاقی که افتاده، اون در واقع به عبارتی میشه گفتش که خوی یا خلق طرف رو در واقع نشون میده. و وایس دو تا سیه، یکی اکتیف هست یکی پسیف هست. وایس یعنی میتونه فعل معلوم باشه یا فعل مجهول باشه. حالا راجع به تمام اینها براتون کامل در این درس صحبت میکنم. اولین مورد زمان هستش. در انگلیسی ما 14 تا زمان مختلف داریم، حالا همشون رو توی اسلاید خواهیم دید، اما این 14 تا رو بیایم تقسیم بندی کنیم. اساسا فعلا این عدد 14 رو بگذارید کنار، ما 6 تا زمان اصلی داریم در انگلیسی. هر کدوم از اینها حالت بیسیک دارن یا پروگرسیو دارن. حالت بیسیک حالت ساده هست، حالت پروگرسیو حالت در واقع استمراری هستش، حالتی که یک فعلی در حال انجام مداوم هست. مثلا دارم راه میرم توی فارسی، به انگلیسی ام واکینگ در واقع مشخص میکندش. یک فعلی که حالت استمراری داره رو بهش میگن پروگرسیو، حالت سادهش رو بهش میگن بیسیک، مثلا واک راه میره. حالت ساده میدونید دیگه، وقتی میخواید یک عادتی رو نشون بدید معمولا به کار میره. حالت استمراری کاری که همین الان داره انجام میشه رو در واقع میاد به شما نشون میده. خب این در واقع حال ساده و حال استمراری بود. گذشته ساده اتفاقی رو در گذشته میگه که تموم شده، یک کاری بود که انجام شد. I walked قدم زدم. I was walking میخواد یک در واقع زمان رو نشون بده که یک برهه زمانی وجود داشته، از این زمان شروع شده تا این زمان طول کشیده. یعنی این استمرار کار این وسط برای ما مهم هستش. فیوچر آینده ساده قدم خواهم زد. فیوچر در واقع پروگرسیو میشه will be walking، در حال قدم زدن خواهم بود. در این زمان من در حال قدم زدن خواهم بود، یعنی نشون میده که شما باز یک کاری رو کشدار بودنش و زمانش برای شما مهم هست. present perfect در واقع میشه ماضی نقلی به قول خودمون، have walked و قدم زدیم، قدم زدیم. منطقه این قدم زدیم ما تو زمان فارسی به شکل قدم زده ایم تقریبا معنی میکنیم، نمیشه گفتش خیلی تناسب درستی است، اما به هر حال ما میتونیم اینو به شکل ماضی نقلی توی فارسی بیان کنیم. قدم زدیم یعنی که یک کاری در یک زمانی شروع شده، حالا یا تا الان طول کشیده یا یه جایی تموم شده. باز در واقع نشان دهنده این کشدار بودن کار هست. منتها اینجا دیگه طول زمان برای ما مهم است، نه خود زمانش. در واقع have been walking داشتیم قدم میزدیم، این نشون میده که تا همین الان قدم زدن ما طول کشیده، یعنی از یه زمانی شروع شده و تا همین الان که داریم این صحبت رو میکنیم در حال قدم زدن هستیم. I have been studying در حال مطالعه بودم. We have been researching
در حال تحقیق بودیم. اینها همشون نشون میده که تا همین الان کار طول کشیده و همچنان هم ممکنه که ادامه پیدا کنه. پس پرفکت میشه ماضی بعید، یک چیزی که در زمان دور اتفاق افتاده، مثل همین ماضی نقلیه، منتها زمانش رو یک قدم ببرید عقب‌تر، had walked و had been walking. در واقع میشه گفتش که ماضی بعید استمراری هستش. و future perfect will have walked، یک کاری در یک زمان آینده شروع شده و در یک زمان آینده تری به پایان رسیده. will have been walking، شما یک زمانی رو مشخص میکنید، مثلا میگه آقا جان ما ساعت 10 صبح فردا در حال قدم زدن خواهیم بود، یعنی ممکنه شما قدم زدنتون از 9 شروع کرده باشید تا 10 که این اتفاق داره بیان میشه برای کسی و زمانش رو دارید بهش میگید، این اتفاق همچنان کشدار شده. خب اینها هر کدوم اجزای فعلی خاص خودشون رو دارن، من خیلی ساده اجزای فعلی رو بیان میکنم اینجا. حالت ساده که در قسمت پروگرسیو یک فعل کمکی رو به خودش در واقع میگیره، تو حالت عادی هیچ چیزی نداره، باز در حالت پروگرسیو شما ing رو بهش اضافه میکنه. این walk, walking, walked، اینها حالت های پرینسپال فعل هستن که باز براتون توضیح خواهم داد چند تا حالت پرینسپال داریم برای یک فعل. حالت گذشته باز ممکنه که یک فعلی در واقع قاعده مند باشه، مثل walk دی یا ایدی یا تی بهش اضافه میشه، یا ممکنه بعضی فعل ها باشن که بیقاعده هستن، در جدول خواهیم دید. حالت فیوچر باز یک فعل کمکی رو به خودش اضافه میکنه، قاعدتا will برای حالت بیسیک و will be برای حالت پروگرسیو، و باز پرینسیپال بعدی که بهش اضافه میشه. پرزنت پرفکت فعل کمکی have رو خواهد داشت و پرزنت پرفکت پروگرسیو have been رو خواهد داشت. past perfect had رو خواهد داشت و past perfect progressive had been رو خواهد داشت. و future هم کاملا مشخص است، future perfect will have و باز will have been رو شما اینجا خواهید داشت. ببینید چند تا چیز در واقع استفاده شد، یکی be بود، قسمت های مختلف be بود، یکی قسمت های مختلف have بود و یکی قسمت های مختلف will بود، بسته به اینکه شما چه زمانی رو انتخاب میکنید اینها در اینجا کاربرد دارن. در جدول قبل با همدیگه دیدیم که ما از will, have و be استفاده میکردیم در ابتدای فعل و بعد یکی از پرینسپال ها رو در اونجا قرار میدادیم تا یکی از زمان ها رو به دست بیاریم. 4 تا پرینسپال داریم، 4 تا پرینسپال به این ترتیب مشخص میشن. پرینسیپال ساده، حال ساده میشه look، پرینسیپال حال استمراری looking، بهش میگن present principle، present میشه look، present principle ing داره، past looked و past principle looked. این چون یه فعل با قاعده هستش، past principle و pastش با همدیگه یکی شد. افعال در جدول های بعد خواهید دید که past و past principleشون، past participleشون ببخشید یکی نیست. past present، present participle که من principle اشتباه گفتم ببخشید، past و past participle ممکن استش که با هم دیگه در افعال بیقاعده یکی نباشن. فعل بعدی رو نکنید، presentش dance، present participle dancing، past participle در واقع danced و pastش هم danced، که چون این هم با قاعده است این دوتا شبیه هم دیگه هستن. حالت present یک حالت در واقع زمان حال رو نشون میده و شما برای زمان آینده هم میتونید ازش استفاده کنید، مثلا برای زمان حال I look و برای زمان آینده I will look. میبینید فقط look رو شما در اینجا استفاده کردید به عنوان principle و will رو برای اینکه آینده مشخصی رو مشخصا اینجا نشون بدید آوردید قرار دادید. present participle 6 تا فعل در واقع مختلف پروگرسیو رو میتونه از توش در بیارید. به هر حال چیزی که هست یه ing رو اضافه میکنید به انتهای فعل، مثلا I am looking، I was looking، I will be looking، اینها همشون قسمت های مختلفی هست که از present participle در میاد. past که برای فقط زمان گذشته استفاده میشه، فقط یک زمان توش در میاد، و past participle خودش 3 تا زمان مختلف رو میاد نشون میده، که present perfect یه ماضی نقلی هستش I have looked، past perfect یه ماضی بعید هست I had looked،
و فیوچر پرفکت یا آینده در واقع نقلی که ما تو زمان فارسی این رو نداریم میشه I will have looked. پس سه تا زمان از past participle، یک زمان از past، 6 تا زمان از present participle و 2 تا زمان در واقع از زمان present برای ما در اینجا قابل استخراج هستش. اما افعال در انگلیسی یا با قاعده هستن یا بی قاعده، بهش میگیم regular یا irregular. اینها افعال مختلف هستن. افعال با قاعده برای اینکه در واقع شما بیا زمانهای گذشته یا آیندهشون رو به دست بیارید خیلی راحت کار میکنید. برای اینکه گذشته یک فعل به دست بیاد یا دی یا ایدی یا تی به انتهاش اضافه میشه. مثلا walk شما با اضافه کردن ایدی به انتهاش اون رو میایید در واقع به زمان گذشته تقسیم میکنه، تبدیل میکنه. چرا ایدی اضافه شد؟ چون آخرین حرف اینجا در واقع بی صدا بود، به عبارت کانسوننت هستش. یه فعل مثلا با قاعده رو بگم که آخرش با صدا هسته، مثلا فعل دیر همینجوری به ذهنم رسید، جرأت داشتن یه همچی چیزی، چون آخرش حرف با صدا هستش بنابراین فقط یک دیر بهش اضافه میکنیم و این گذشتهش در واقع میشه دیرد. حالا یک فعلی که به گذشتهش تی اضافه میشه لرن، لرن، لرند و لرنت، در واقع هم ممکنه که اینجوری به انتهاش ما این رو داشته باشیم. البته شما ممکنه برگردید به اینکه لرن یک فعل بی قاعده هستش و به این شکل در میاد، یعنی لرند و learnt میشه در نهایتش. اما خب من این رو به عنوان یه مثال میتونم برای تی در اینجا بیام مشخصا بگم و بگم نه learn بی قاعده هم نیستش. irregular verbs افعالی هستن که بی قاعده هستن. اینها موقعی که به زمان گذشته میرن اتفاقات زیادی ممکنه براشون بیفته. بعضی از افعال بی قاعده حروف در واقع بی صدا یا بی صداشون تبدیل میشه، مثلا اونهایی که در انتها n دارن مثل begin میشه began و began، مثلا میبینید هیچ شکل مشخصی نمیتونه داشته باشه. بعضی هاشون که آخرشون در واقع ای دارن تغییر دیگه میکنن، lose، lost، lost تغییر پیدا میکنه. در این ترتیب شما نمیتونید دقیقا بگید که افعال بی قاعده به چه شکلی در میان. یکی از افعال بی قاعده که خیلی مشکل ساز میشه فعل هایی هستش که در واقع شبیه همدیگه تلفظ میشن گذشته هاشون. بعضی ها مثلا lie و lay. lie به دو تا معنی هستش، یکی حالت دروغ گفتن هستش، lie به معنی دروغ گفتن، یک فعل با قاعده است lie، lied، lied. اما یه lie حالت دیگه داره که معنی در واقع خوابیدن و خوابوندن رو در واقع برای ما تلقی میکنه. این lie به معنی در واقع دراز کشیدن هستش. دراز کشیدن رو شما به این شکل میاید صرفش میکنید، میشه lie، گذشتش laid و lane که میشه در واقع past participleش، past participle میشه lane، پسش میشه lay و زمان حالش میشه lie. این به معنی خوابیدن هستش یا خوابوندن هستش. یک فعلی هستش که در واقع متعدی هست، مفعول لازم داره. مثالشو در اینجا ببینید، when people are exhausted، وقتی مردم خسته میشن، they should lie down for a rest، اونها باید دراز بکشن برای استراحت. یک فعل لازم هست، ببخشید مفعول اصلا لازم نداره. به قول یکی از معلمامون فعل لازم مفعول نلازم. اینجا لایف یک فعل لازم هست، هیچ مفعول مستقیمی لازم نداره، اینترانزیتیو به عبارتی میشه گفت. اما لی به معنی گذاشتن، قرار دادن یک چیزی هستش، لی، لید، لید. میبینید که یک کمی شبیه افعال با قاعده میشه اینجا. Lay the papers down، کاغذ ها رو بذار پایین. این یک فعلی هستش که ترانزیتیو هستش به عبارتی و نیاز به مفعول داره. پس lie به معنی در واقع استراحت کردن، دراز کشیدن، احتیاج به مفعول نداره. lay به معنی دراز کشیدن، احتیاج به مفعول داره. چون گذشته lie به معنی lay در واقع میشه گفتش که یک جوری شبیه حال لی نوشته میشه، اینجا با همدیگه ممکنه که یش کننده بشه. و
و این هم از این مورد. بریم سر وقت افعال بی قاعده مختلف تو جدولشون بعضی موارد رو نشونتون بدم. جدول رو پاس بزنید و یه نگاه ساده‌ای بهشون بندازید، گرچه طول زمان اینها رو حفظ خواهید کرد، زیاد لزومی نداره که همین الان دقیق بشید توش. توی این جدول متاسفانه یکی دوتا غلط موجود هست که من اینها رو بهتون همینجا نشون خواهم داد. مثلا نیل present participle‌اش میشه نیلینگ که اینجا با پس در واقع یکسان نوشته، این اشتباه تایپی هستش. نیل مثلا میشه نیلینگ. من حالا باز موارد دیگه که گیری داشته باشه اینجا بهتون نشون میدم. مثلا hurt به معنی آسیب زدن، present participle میشه hurting، پستش hurt و past participle‌اش will hurt. میدونید اینها افعالی هستن که دو تا از قسمت‌هاشون با هم دیگه شبیه هستن. hit 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 سه تا قسمتش هم برای ما شبیه است اگه present participle رو بذاریم کنار، چون present participle واقعا یه ing بهش اضافه میشه زیاد اهمیت بهش نمیدیم. burst burst burst، cast cast cast، یا مثلا let let let، هر سه قسمتشون شبیه هم دیگه است. set set set، اینها افعالی هستن که سه تا قسمتشون غیر از present participleشون شبیه هم دیگه استش. افعال دیگه افعالی هستن که در واقع گذشته و پس پارتیسیپلشون شبیه هم دیگه است، پس و پس پارتیسیپلشون شبیه هم دیگه است. باز این وسط یکی دوتا متاسفانه غلط موجود هستش. مثلا بیت در ابتدا گذشتهش همیشه بیت، ولی این این رو شما در اینجا متاسفانه اشتباه تایپی دارید میبینید. بیت 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 بیرن become become become. باز اینجا میبینید که present participle become در واقع becoming هستش که اشتباهات تایپی در این قسمت. ردیف دوم خیلی زیاد است، این ردیف دوم رو شما فقط با یه دونه در واقع ing بیایید درست کنید. اینها اشتباهات تایپی متاسفانه زیاد داره در این جدول. bend bent bent در واقع خم شدن هستش. bind bound bound چسبیدن به یه چیزی. bite bit bitten، این رو هم به این شکل در نظر بگیرید. bite bit bitten در واقع گاز گرفتن هست، قسمت گذشتهش و قسمت past participle‌اش. bring brought brought، build built built، buy bought bought، درست هست اینا. catch caught caught، creep crept crept خزیدن هستش، creep خزیدن روی زمین هستش. dig dug dug کندن هستش. dive دوو هستش اینجا که اشتباهاً dived نوشته در واقع، و dived dived دوو dived، اینها میشه قسمت‌های مختلفش. ببینید این رفته به این سمت، present participleش در واقع به این شکل هستش. دایو هم درست هستش، دوف هم درست هستش به این شکلی حالا اینجا بیان شده، ولی خب همون دوف رو شما حفظ کنید بهتر است. find found found پیدا کردن، fight fought fought جنگیدن، forget forgot forgotten، به عبارتی forget forgot forgotten، forgive forgave، اینجا forgave هستش که حالا اومده اینجا نوشتش، forgiven و get got got. به این ترتیب ما این قسمت ها رو میتونیم در اینجا داشته باشیم و در صفحه بعد هم همین لیست ادامه داره و شما میتونید اونها رو در واقع مطالعهش بکنید. در این لیست و لیست صفحه بعد افعالی رو میبینید که در واقع تغییرات عجیبی پیدا میکنن. مثلا arise بلند شدن، arose risen، سه تا قسمتش کاملا با همدیگه متفاوت است. begin began begun، blow blew blown، break broke broken. ببینید اینها افعالی هستن که سه تا قسمتشون کاملا با همدیگه متفاوت هستن. know knew known، سه تا قسمت با همدیگه متفاوت هستن. یا موارد دیگه ای که شما ملاحظه میکنید، sing sang song، یا مثلا steal stole stolen و غیره، که اینها رو باز پاز بزنید و یه نگاهی بهش بندازید تا متوجه بشید که چقدر با هم دیگه متفاوت هستن اینها. اما بریم سر وقت استفاده از زمان. گفتیم که ما زمانهای مختلف رو داریم که همشون به گذشته، حال و
آینده در واقع میان اطلاق میشن. هر کدوم از اینها رو بیایم اینجا مثال هایی رو درش بزنیم. 14 تا زمان رو شما در اینجا کاملا میتونید در این جدول ملاحظه بکنید. برای گذشته، گذشته ساده، ماضی نقلی، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی در واقع نقلی استمراری و ماضی بعید استمراری رو شما میتونید داشته باشید. اینا رو به زبان انگلیسی حفظ کنید فکر کنم بهتر باشه. برای حال ساده و حال در واقع استمراری که در واقع present progressive بودش که اینجا progressiveش رو ننمشه، من یه PR جلوش اضافه میکنم progressive. پس یه حال ساده داریم و یه حال استمراری داریم و آینده هم از آینده ساده، آینده نقلی، آینده استمراری و آینده نقلی استمراری future present perfect perfect progressive رو داریم در اینجا. هر کدوم از اینها رو ما میتونیم در واقع داشته باشیم. برای زمان حال همونطور که میبینید اینجا درستش نوشته simple present و present progressive رو شما میتونید استفاده کنید برای اتفاقاتی که در زمان حال اتفاق داره میفته. حال ساده برای بیان کردن عادت ها، چیزی که همیشه اتفاق میفته، مثلا میگه I walk to school، من به مدرسه قدم زنان میرم، درست؟ I work here، اینجا کار میکنم، این یعنی چیزی که دیگه همیشگیه، عادتی هستش برای ما، اتفاقیه که روزمره داره میفته. اما اگه میخواید یک چیزی که در همین الان داره اتفاق میفته بیان کنید، I am eating، دارم غذا میخورم، I'm going، دارم میرم، اینها در واقع با present progressive میان اتفاق میفتن. برای گذشته simple past، گذشته ساده، present perfect، ماضی نقلی و الی آخر، اینها اتفاقاتی که در زمان گذشته افتادن و براتون بیان کردم که هر کدومشون تقریبا چه مفهومی رو میان نشون میدن. و برای آینده هم از این چهار تا زمان استفاده میکنید، کارهایی که در زمان آینده اتفاق میفته. برای اینکه از زمان گذشته به شکل صحیح استفاده بکنید، اینجا مثال هایی رو نوشتم و من توضیحاتی رو هم راجبش خواهم داد. برای زمان گذشته این قسمت ها توضیحاتی هستش که در اون مشخص میشه، کاری که کاملا انجام شده در یک زمانی تموم شده، قطعی تمام شده. We washed the car، ماشین رو شستیم. اصلا شما روی زمان تأکید ندارید، فقط روی کار تأکید دارید، میخواید بگید که من این کار رو کردم. We are happy، درست؟ ما خوشحال بودیم. The party was over، و در واقع کار تموم شده بوده. اینها نشان دهنده یک شرطی است، یک وضعیتی هستش که در گذشته کاملا قطعی اتفاق افتاده. پس در قسمت بالا یک کاری که به پایان رسیده، در قسمت پایین we were happy یک کاندیشنی رو در گذشته نشون میده، یک وضعیتی که در گذشته اتفاق افتاده. completed action باز در واقع اینجا زمان رو در انتهاش آورده، میخواد نشون بده که کار به پایان رسیده دوباره. منتهاش در قسمت بالا indefinite time بوده، زمان غیر مشخص بوده، اینجا زمان مشخص رو داره، definite time رو آورده. yesterday در انتها زمان رو مشخص کرده، I washed the car، we washed the car yesterday، ما ماشین رو در دیروز شستیم. و completed condition شرایطی رو در گذشته داری بیان میکنید با یک در واقع بیان زمان مشخص. yesterday I was delighted yesterday to receive the news، دیروز خیلی کیف کردم که در واقع اخبار رو شنیدم. اینها قسمت های مختلف بودن. دقت بکنید، یک completed action بوده، یک completed condition بوده، هر کدوم از اینا indefinite یا definite بودن. خب من اینها رو همه رو رنگ رو بردارم از اینجا. برای present perfect، برای به عبارتی ماضی نقلی، باز completed action داریم که یک کاری تموم شده، منتها در اینجا برای ما یک مقداری زمان، یعنی در واقع کشدار بودن زمان اهمیت پیدا میکنه. در ماضی نقلی کشدار بودن زمان مهم هستش. completed action برای کارهایی که به پایان رسه. we have bought the gifts، یعنی هدیه ها رو خریدیم. این نشون میده که خریدن هدیه ها زمان برده، کار برده.
برای همین ما از ماضی نقلی اومدیم استفاده کردیم. اما به هر حال کاری هستش که تمام شدنش رو داریم همینجا بیان میکنیم. Completed condition یک شرایطی رو در واقع اینجا داره نشون میده که به پایان رسیده. I've been very relieved. من خیلی آسوده شدم، خیلی راحت شدم. نشون میده که این زمان برده، این آرامش به دست آوردن من زمان برده. قبلا انقدر آروم نبودم، بعدش آرامشم در اون زمان به در واقع حد خودش رسید. اما اگه شما بخواید نشون بدید که اون کشدار شدن تا همین الان ادامه پیدا کرده، شما در واقع از حالت دیگه استفاده میکنید، زمان رو میاید توش میگنجونید. Action continuing into the present، کاری که تا همین الان ادامه پیدا کرده. Sarah has called for 2 hours. سارا 2 ساعته که داره زنگ میزنه، زنگ زده از زنگ میزنه، در واقع 2 ساعته که داره یک سره با تلفن صحبت میکنه. Condition continuing into the present، کاری که باز تا همین الان، وضعیتی که تا همین الان ادامه پیدا کرده. She has been in New York for a week. She has been in New York for a week. یک هفته است که توی نیویورک هستش، درست؟ و این در واقع یک زمان گذشته. وقتی شما زمان رو در انتها میگذارید، یعنی که یک کاری تا همین الان تقریبا ادامه پیدا کرده. Past perfect، ماضی بعید، چیزی که در واقع در یک زمان قبلی اتفاق افتاده. وقتی میگیم زمان قبل، یعنی یک چیزی وجود داشته که قبل از اون در واقع مد نظر ما بوده، بنابراین یه بیفور معمولا اون تو پیدا میشه. مثلا Greg has called all his friends before the party started. بعد از بیفور یک ماضی ساده اومده. ملاحظه میکنید این البته یک قانون نیست، منتها خیلی راحته که شما با این قاعده پیدا کنید که بعد قبل از اون باید شما یک ماضی بعید رو بیارید. Greg has called all his friends before the party started. قبل از اینکه پارتی شروع شه، Greg رفیقاشو دعوت کرده بود، زنگ زده بود. پس بعد از before معمولا یک ماضی ساده در واقع شما استفاده میکنید. Condition completed، شرایطی که، وضعیتی که کامل شده. Greg had been a butcher، یک قصاب بوده. Before he became a guru، قبل از اینکه حالا یه متخصص بشه در واقع. گرو به هر جور تخصصی میگن، کسی که آخر یه کاریه. باز اینجا before رو میبینید و پشت سرش یک جمله حال ساده، گذشته ساده رو ملاحظه میکنید. اما استمراریا، past progressive، گذشته استمراری، ماضی استمراری. continuous completed action، کاری که در حال در واقع کامل شدن بوده. I was attending an SPA that month. اون موقع من داشتم یک کلاسی رو میرفتم، این کلاس SPA فلواقع سپا هستش به معنی چشمه آب معدنی، اگه اشتباه نکنم، طور که تو ذهنم مونده. Present perfect progressive در واقع میشه ماضی نقلی استمراری، کاری که همچنان داره ادامه پیدا میکنه، تا الان ادامه پیدا کرده و همچنان هم داره انجام میشه. Ralph has been exercising all week. رالف تمام هفته رو داشته تمرین میکرده، یعنی تا همین الان هم داره تمرین میکنه، ممکنه که تمرینش ادامه هم پیدا بکنه. و past perfect progressive ماضی بعیده در واقع استمراری، کاری که تا یک زمانی همچنان داشته ادامه پیدا میکرده، حالا بعد از اون زمانش ممکنه که طور دیگه اتفاق افتاده باشه. میگه continuing action interrupted by another، یه کاری که تا یه زمانی داشته ادامه پیدا میکرده و اون زمان رو شما حالا دارید به یک نوی نشون میدید. Katie had been repairing the fence، داشته اون در واقع فنس رو، اون حصار رو تعمیر میکرده. That was damaged in the storm، که در واقع طوفان خراب شده بود. That was damaged in the storm. Katie had been repairing the fence، در واقع داشته اون حصار رو تا اون زمان تعمیر میکرده، تا زمانی که چی؟ ما داریم در واقع اون برهه زمانی رو توصیف میکنیم. استفاده صحیح از زمانهای آینده رو هم بیاریم در اینجا ببینیم. Use future tenses accurately. Simple future، آینده ساده برای کارهایی که در آینده اتفاق میفته و وضعیتی که در آینده اتفاق میفته و ما زمانش اصلا برای ما مهم نیست. The bus will arrive، اتوبوس خواهد اومد. I will be shocked when it does، اگر این کار رو بکنه من شوکه خواهم شد. یه چیزی کاملا مشخصی هستش.
فیچر پرفکت آینده نقلی، حالا اگه اینطوری معنیش کنیم توی فارسی. فیوچر پرفکت استفاده جالب توجهی داره. شما یک زمانی رو میاد در آینده بیان میکنید، مثلا این by همیشه ابتداش هست، by the time you read this، قبل از اینکه این رو به پایان برسونی. درست؟ تا در واقع میشه گفت اینجاست فردا 12 ظهر، مثلا by 12 noon، by tomorrow noon، مثلا این کار اینجاها تموم شده، یعنی به 12 ظهر نرسه، احتمالا اینجا 11 ظهر هستش و شما اینجا کار رو تموم کردید. By the time read this، اینجا تا زمانی که تو این رو بخونی من حتما رسیدم. کی رسیدم؟ احتمالا اینجاها رسیدم، یعنی هر از یک گپ زمانی وسط وجود داره. Feature action completed before another، قبل از اینکه یک کار دیگه انجام بشه این کار من تموم شده. By the time we read this، تا زمانی که این رو بخونید the bus will have arrived، این اتوبوس حتما رسیده. یا وضعیتی که در واقع قبل از اینکه اتفاق دیگه تموم شده، the storm will have been raging، ببخشید، the storm will have been raging for an hour before the phone goes out، بعد در واقع قبل از اینکه تلفن ها قطع بشه یک ساعتی در واقع این طوفان همچنان بکوبه. میگه که طوفان یک ساعتی خواهد کوبید قبل از اینکه تلفن ها قطع بشه. درست؟ بنابراین این یک وضعیتی رو داره نشون میده. Before، این before و این by در واقع نشون دهنده زمان ها هستن. Before the phone goes out، ولی ببینید جالب، پای سر هر دوتا اینها در واقع حال ساده اومده بیان شده. قبل از before یه by، حال ساده بیان شده. یا مثلا میگی before you can see Jack Robinson، قبل از اینکه اصلا به قول خودمون بیایی چشمتو به هم بزنی. Future progressive، آینده استمراری، continuing future action، Janice will be exercising all summer، داریم در واقع آینده رو صحبت میکنیم، میگیم تابستون آینده جنس همچنان در حال تمرین خواهد بود، یعنی تمام تابستان رو تمرین خواهد کرد. جنس will be exercising، آینده رو در واقع تمرین خواهد کرد. و future perfect progressive continuing future action، آینده در واقع نشون میده که در واقع زمان توش مطرح هستش، طول زمان توش مشخص میشه. when we go on vacation next week، وقتی ما بریم به تعطیلات هفته بعد، باز مینی حال ساده است. I will have been exercising for a month، من تقریبا یک ماه کامل دیگه تمرین کردم، نشان دهنده این استش که زمان کار برای ما اهمیت داره. خیلی از این مسائل شاید تو لحظه اول گیج کننده باشه، ولی وقتی شما بیایید در واقع رمان ها رو مخصوصا بخونید که توشون اینجا چیزا بیشتر هستش، متون ادبی رو بخونه، اینجا زمان ها رو اونجا بیشتر میره. توی زمان در واقع مکالمه عادی خیلی از اینها رو شما نمیبینید. مثلا آمریکایی‌ها عادت بسیار جالبی دارن، اون این که به جای ماضی نقلی همیشه ماضی ساده استفاده میکنن. تقریبا در 99% موارد ماضی نقلی رو استفاده نمیکنن. هرچند انگلیسی‌ها خیلی تعصب دارن روی اینکه در واقع زبان رو درست صحبت کنن، آمریکایی‌ها روی استفاده درست از زبان تاکید میکنن. چیزی که خاطرم هست چند سال پیش ملکه انگلستان بسیار به آمریکایی خورده گرفته بود که زبان انگلیسی رو تقریبا از بین بردن با این حرکتشون. گرچه زبان چیزی نیستش که در واقع از روی گرامر ساخته بشه، در واقع گرامر چیزی هستش که از روی زبان ساخته میشه. پس چیزی که در واقع اتفاق میفته، قواعدش رو شما میکشید بیرون، اسمش رو میگذارید گرامر. یه سری چیزها رو هم باید دقت بکنید. یکی اینکه هیچ وقت وسط در واقع جمله زمان رو عوض نکنید. وقتی دارید یک واقعه رو توصیف میکنید، طوری توصیف کنید که یک سر زمان در واقع در اون یک نواخت ادامه پیدا کنه. این کتابی هم که من روش دارم به شما درس میدم، کتاب آمریکایی هستش، خاطرتون باشه. میگه I thought، فکر کردم، I had broken، که شکستم CD player رو. I thought I had broken، میبینید گذشته، و به خاطر اینکه زمان گذشته هستش، برای اینکه یک سیر زمانی رو نشون بدیم از ماضی بعید استفاده میکنیم، نمیای دیگه ماضی نقلی استفاده کنیم. اگر این حال بود پشت سرش میتونستید ماضی نقلی رو استفاده کنیم. I thought I had broken the CD player when I dropped، وقتی که اون رو انداختم. گذشته همچنان داره صحبت میشه.
ولی suddenly begins to play این درست نیست، اما اون یک دفعه شروع میکنه به کار کردن. ما تو زبان فارسی وقتی یک داستانی رو تعریف میکنیم ممکن استش که همچه حرکتی رو انجام بدیم، درست؟ اما تو زبان انگلیسی این صحیح نیست، باید زمانها رو شما یک سره داشته باشید. ولی suddenly began to play گذشتش رو باید شما در اینجا بیاید بیان بکنید. اما فعل مجهول و معلوم رو هم در اینجا بیاییم بیان کنیم. در واقع ویس یک فعل میتونه مجهول باشه یا معلوم باشه. میگه که افعال معین ویس ندارند، افعال معین ویس ندارند. میگه یک فعل وقتی معلوم هست که فاعلش در واقع اون کار رو انجام بده، در حالی که وقتی مجهول هست یک کاری در قبال فاعل انجام میشه، درست؟ وقتی فاعل معلوم هست پس فعل هم در واقع میشه معلوم. We cooked the package home. ما اون جعبه رو بردیمش خونه، ما بردیمش خونه. I served a delicious meal. من یک غذای آماده رو، غذای خوشمزه رو آماده کردم. I served، من این کار رو کردم، درست؟ ما همیشه در واقع با یک فاعل شروع میکنیم، جمله رو همیشه با یک فاعل شروع میکنیم. اما در حالت پسیو یا در حالت مجهول در قبال فاعل کاری انجام میشه. A package was taken home. فاعلش در واقع اینجا پکیج هستش. اما خب ما تو زبان فارسی اصلا فعل مجهول نداریم. دقت کنید، تو زبان فارسی فعل مجهول نداریم. چیزی که به شکل مجهول میسازیم در واقع توی قواعد فارسی موجود نیست، در واقع یک ترجمه هستش. بگیم که چی؟ چون همیشه در واقع فاعل ما مستتر هست. اینو دقت کنید، میگه که یک جعبه به خانه برده شد، بعد ما مثلا تو فارسی میگیم توسط او. وقتی میگیم توسط او در واقع داریم فاعلش رو بیان میکنیم، به خاطر همین میگیم تو فارسی اصلا فعل مجهول نداره. اما تو انگلیسی مجهول رو به این دلیل نمیارن که فاعلش نامشخصه، یعنی همیشه به خاطر نامشخص بودن فاعل نیست، بلکه علتهای دیگه ای داره. حالا علتاش الان خواهید دید. A package was taken up. A delicious meal was served. یک غذای خوشمزه سرو شد. By me. میبینید در انتها by me فاعل رو مشخص کرده، اما شما آوردید قضا رو در ابتدا قرار دادید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تأکید بکنید، تأکید بکنید روی خود قضا، نه روی اینکه چه کسی اون قضا رو آماده کرده. علتهای مختلفی داره. مثلا از علتهاش این هستش که شما نمیخواید در واقع یه شخص خاصی رو در واقع بیایید با مشخص بکنید برای انجام کار. فاعل کار زیاد مهم نیست، مفعول کار مهم هست. اون اتفاق برای چه چیزی افتاده اون مهم است. میگه you don't want to assign blame، نمیخواید کسی رو سرزنش بکنید. معمولا اینه توی در واقع متون رسمی، متون اداری از فاعل‌های افعال مجهول زیاد استفاده میشه. مثالش رو در زیر شما مشخصا میبینید. A mistake occurred with the filing system. برای فایلینگ سیستم ما یک اشکالی پیش اومد. چه کسی این اشکال رو ایجاد کرده یا چه چیزی، اهمیت نداره، اون مشکل در واقع مهم هستش. یا اینکه شما نمیدونید چه کسی اون کار رو انجام داده. A prank phone call was made. یه مزاحم تلفنی زنگ زد، یک در واقع تلفن مزاحمتی ایجاد شد. در واقع به شکل فارسی میشه معنی درستی بشه براتون بگم الان. اون شخصش مهم نیست، چیزی که هستش این هستش که اتفاقی افتاده. was made یک چیزی شده. occurred اتفاقی افتاده. به خاطر این در واقع شما میاید روی اون مفعول بیشتر تاکید میکنید. پس اینا مواردی هستن که شما میتونید در مورد افعال مجهول و معلوم بیان بکنید. باز در دست‌های آینده این موارد رو براتون بیشتر خواهم شکافت.